درود بر شما. 26 دی ماه 1399 خورشیدی و 15 ژانویه 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به آنچه همه دوچارشن: حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا به ایران. پرده آخرم آخر برنامه. برای اینکه ببینیم دلیل فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس به ایران چیست، حتما لازمه یه مروری بکنیم بر چگونگی برخورد همین رهبر معظم با ویروس همگیر و کشنده کرونا. اولین روز زمستان 98، اول دی ماه، در ووهان چین عده‌ای ظاهرا بدون دلیل سینه پهلو گرفتن، هیچ دارویی هم نتونست خوبشون کنه. در عرض دو هفته حدود 2000 نفر تو همون شهر از بیماری مشابه مردن. تو دو ماه شد 2800 نفر مرگ، بیش از 80,000 نفر مبتلا. در ایران 29 بهمن 98 اعلام شد که دو نفر به دلیل نارسایی تنفسی در بیمارستان کامکار قم فوت کردند. مسئولان اعلام کردند ربطی به کرونا نداشته و در ایران ویروس کرونا وجود نداره، بعد از دو ماه که در چین 2800 نفر مرده بودند. البته خب ادامه داشت. امیرآبادی نماینده قم در مجلس میگوید اولین فوتی کرونا در قم 5 روز قبل از این اعلام، یعنی در 24 بهمن ثبت شده ولی کسی اعلام نکرده. 30 بهمن 98 وزارت بهداشت اعلام کرد نتایج آزمایش اولیه دو مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کرونا مثبت است. بیمارستان کامکار قم نیز به عنوان محل قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد. 2 اسفند 98 روز برگزاری انتخابات آقایون، با اعلام 11% فوت ناشی از کرونا، ایران بعد از چین بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویروس رو ثبت کرد در جهان. میشد جلوش گرفت از اول و میشد به سرعت کنترلش کرد، مثل خیلی از کشورهای خاورمیانه که بستن اصلا کشور رو، یا کشورهای همسایه چین که به شکل شگفت‌انگیزی تونستن کنترلش کنن با قرنطینه و با بستن کشور به روی پروازهای خارجی. مسئولان همه کشورها به تکاپو افتاده بودن که بتونن جلوی این نیروی تهاجمی کشنده رو بگیرن. رهبر معظم جمهوری اسلامی از اول اصلا منکر واقعیت این نیروی تهاجمی کشنده شد. به جای قرنطینه کامل قم و احیانا یکی دو ناحیه دیگه ای که مواردی از ابتلا به ویروس کرونا اون اول دیده شده بود توش، ایشون فرمودن اینا تبلیغات دشمنه که مردم نرن بیرون تو انتخابات به ما رأی بدن. حتی نگفت ویروس کرونا از قم شروع شد، گفت دشمن اسم قم رو اول آورد تو تبلیغاتش، یعنی اول اسم ام القرای اسلام آورد تا قلب اسلام رو هدف بگیره. خبر این بروز این ویروس به این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید مردم خب آمدن پای صندوق ها، دیدید شما تو تلویزیون بیرون هم هر جا رفتید رأی دادید حتما دیدید اجتماع مردم رو. مردم قم که خداوند متعال برکاتش رو بر این مردم زیاد کنه، با اینکه اونها مرکز این کار بودن، اول اسم اونها آورده شد در انتخابات، یکی از شلوغ‌ترین حوزه های انتخابی حوزه های قم بود. از همون اول به پزشکا تو بیمارستانا میگن ننویسین کرونا تا ثبت نشه و ما بتونیم آمار دروغ بدیم، بنویسین مشکل حاد تنفسی که چی بشه؟
وقتی می نویسی مشکلات تنفسی یعنی خانواده هاشون ندونن که باید قرنطینه بشن و این ویروس همینجوری بیشتر و بیشتر پخش بشه، یعنی قتل عمد مردم توسط حکومت و رهبر جمهوری اسلامی. هنوزم می نویسن علت مشکل حاد تنفسی و همه می دونیم بیشتر خانواده های ایرانی دست کم یکی از بستگانشون رو در اثر کرونا متاسفانه از دست دادن تا حالا، همه می دونن اینو. پنهانش کرد، باز همین هسته امام خامنه ای میاد سعی میکنه بی اهمیت جلوه بده موقعیت خطرناکی رو که همه جمعیت ایران دارن دوچارش میشن. میگه حالا هول نباید شد، همه کشور رو درگیرشن، ما از اول راستش رو گفتیم برعکس بقیه کشورها و برخلاف بقیه کشورها میریم به جنگ کرونای دشمن ساز با دعای هفتم صحیفه سجادیه. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده، این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره، خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام می توانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بیه عقد المکاره و یقطع بیه حد الشدائد. اول سعی میکنه کم اهمیت جلوه بده، جبهه‌ای رو که در برابرش خلع سلاح کاملا، هم میگه بلای بزرگی نیست، از این بدتر رو اثر گذروندیم، هم میگه خاص کشور ما نیست، نگران نباید بود. رئیس جمهورش که مدام میگه نگران نباید بود، حالا خواهیم رسید. بعد هم میگه با دعا و صحیفه سجادیه بریم به جنگش. انصافا با دعا اگه قرار بود چیزی حل بشه که اول از همه شما میرفتین. کرونا مثل شماست، باید باش مقابله کرد، با دعا که نمیره. این دعا سالاری جلوی مردم و چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، سر تا پای نظام حاکم رو گرفته. وزیر بهداشت و درمان مملکت رو ببینین. وقتی شما در رأس وزارتخونه بهداشت و درمان باشی، قاعدتا باید علمی ترین نگاه رو نسبت به بقیه وزرا و اعضای هیئت دولت به مسائل مربوط به وزارتخونه داشته باشی. باید بیای بگی بر اساس علم، دانش، کاملا باید وزارتخونه دانش بنیان باشه، مستقیم و بی واسطه و بلا فاصله با جان ده ها میلیون آدم تو ارتباط داری. منتها میاد میگه من عاشق رهبرم، رهبرم عاشق منه. یعنی در بهترین حالت اگه این حرف شاله میشنم این بگیم راست میگه، مغزش انقدر شستشو داده شده که به جای نجات علمی کشور از شر کرونا و گسترش تحقیقات علمی و برپایی یک نظام دانش بنیان، همه سعیش اینه که چجوری در کیش شخصیت پیشوا ذوب بشه. رابطه بنده با مقام معظم رهبری قبل از کرونا رابطه مرید و مراد بود، در جریان کرونا به عاشق و معشوق بدل شد. یعنی باور کنید که من صحنه هایی از بزرگمردی و دوراندیشی و صداقت و پاکیزگی این مرد بزرگ دیدم در حمایت از خودمون.
برای حمایت از خودتون رهبر معظم که عاشق شدی. برای اولین بار ما می‌خواستیم نماز جمعه تعطیل کنیم. ما می‌خواستیم برای اولین بار حرم آقای امام رضا رو یا حضرت معصومه سلام الله علیها رو به روی عشاقش ببندیم. خب اگر این حمایت‌های بسیار بسیار خردمندانه نبود، قدمی ما نمی‌تونستیم برداریم. این کار رو اگه نمی کردین که انصافا نسل حزب اللهی ها برداشته می شود. یادمون نرفته که چقدر مداح و عاشق حرم امام و امامزاده رفتن ذریح مطهر حرم ها رو لیس زدن و چقدر رفتن آشغال گذاشتن دهن مبتلاهای مظلوم کرونا تو بیمارستان ها و کشتنشون. به اسم دوای امام صادق و امام فلان و فلان و چقدر مداح اهل بیت و همین لیست زنندگان از ویروس کرونا مردن. بستن حرم امام رضا تو مشهد، چقدر بعد از بستن حرم امامان در عراق اتفاق افتاد و چقدر در مشهد موقت بود، چقدر اونها چند ماه طول کشید. بستن حرم امام در کربلا و نجف و کاظمین و سامرا در عراق، ممنوع کردن حج برای اولین بار در عربستان، نه خیلی قبل از بستن موقت حرم مشهد قم انجام شد. پیشوای شیعیان جهان دیگه گزینشی غیر از این نداشت که بیاد بگه کرونا هست و باید باش مقابله کرد، وگرنه سخنرانی سوم فروردین 99 که درباره همکاری اطلاعاتی جن و انس گفت و رسید به کرونا، عمق باور و دانش رهبر معظم به جهان معاصر و به دانش معاصر رو که بشر باهاش مستقیم در ارتباطه از دستاوردهای بشر امروزه نشون میده. سوم فروردین 99 اومد سخنرانی که زمانی بود که برای بار دوم مسئولان، لااقل تا اونجا که من یادمه، برای بار دوم مسئولان دولت آمریکا اعلام کرده بودند که فارغ از مشکلاتی که با حکومت جمهوری اسلامی دارن، حاضرن در زمینه کمک به روند کنترل شیوع کرونا در ایران کمک کنن. جمله موضوعات مربوط به کرونا که بعد نیست من این رو اینجا بگم، این است که آمریکایی ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم، یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه. خب این آدم خودش رهبر متوهمان عالمه، دستکاری ژنتیک برای ساختن ویروس خاص ایرونیا. میگن هیتلر دیوانه خطرناکی بود که از دگر آزاری، اصطلاح سادیسم، لذت میبرد و این سادیسم ریشه در اعتقادش به برتری نژادی داشت. فکر میکرد حکمرانی نژاد آریا بر جهان قطعی است و این مأموریتی است که به او سپرده شده، به اون پیشوا سپرده شده، به عنوان نماینده قدرت کل یا خدا یا هر چی که اسمش بذاری. پیشوای مسلمین جهان هم همین خیالو داره، منطقه با پرچم اسلام. ولی تبعات اینجور حرفای پیشواست که یک روز بعد از همین حرفایی که شنیدین، گروه 9 نفره پزشکان بدون مرز رو که برای ساختن یه بیمارستان صحرایی در بیمارستان امین اصفهان به ایران آمده بودن اخراج کردن. بعد حمله دوم کرونا شروع میشه. هنوز در هیچ کشوری واکسن تولید نشده.
ترس دوباره مسئولان کشورهای مختلف و بی‌اعتنایی این بار مردم که ناشی از خستگی از دوران طولانی قرنطینه بوده در این کشورها. نمودار 28 مهر 99 رو ببینین. دور دوم حمله کرونا شروع شده و میبینین که شیب تند بالا رونده میزان تلفات رو نشون میده. بعد همزمان این جدول مربوط به ایران. ایران در رأس کشورهای پرتلفاته. این جدول همزمان با نموداری است که دیدید منتشر شد. و این تازه آمار گرفته شده از کشوری است که نه شمار مبتلاهاشو درست اعلام میکنه و نه شمار تلفاتشو. و دیدین تو جدول که شمار مبتلاهاش 1/3 تعداد مبتلاها، میتونیم یه بار دیگه نشون بدیم که ببینید دقیق شمار مبتلاهاش 1/3 تعداد مبتلاها در روسیه است ولی تلفاتش بیش از روسیه است. خب این روشنه دیگه، همه میدونن سیستم آماردهی جمهوری اسلامی علمی نیست، حق بازیه مثل بقیه چیزاش با اهداف سیاسی. حالا وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میفرمایند در همون 7 مهر 99، این ویروس اونچه که امروز برای ما مسلمه که قدرت سرایتش به شدت بیشتر از قبل شده و دوم این که جوانترهای بیشتری رو گرفتار میکنه و در مثلا خود تهران ما در دورهای قبل حداقل 2 تا 3 هفته طول میکشید تا ما رقمون به 2 برابر برسه، ولی در این دوره در یک زمان بسیار کوتاه‌تری تعداد مریضای ما 2 برابر شد، تختای زیادتری اشغال شدن، مریضای بدحالتری داریم و پیشبینی ما این است که ما به مرز مرگ‌های بیشتر از 2 دوره قبل برسیم. امیدوارم که با لطف خداوند و همت همه عزیزان و همکاران ما و دعای خیر همه صدیقین این مملکت انشالله بتونیم این مرگ‌ها رو بیشتر مهار کنیم. این هم که وزیر بهداشت و درمانشون میگه با دعای صدیقین، این همه علماتون که اساره صدیقینن دعا کردن، چرا اینقدر مردن از کرونا خودشون؟ بعد یه چند تاشون خدمتتون بگم. حجت الاسلام جمال خلیلیان از اعضای مؤسسه آموزشی و پژوهشی حجت ببخشید آیت الله مصباح یزدی، این کیه؟ شیخ فلان، مسئول آموزش مدرسه علمیه الهادی، حجت الاسلام احمد امینپور مسئول کانون فرهنگ هنری صحیفه، همون که رهبرشون میگفت که دعاشو بخونین کرونا نمیگیرین، یارو مرد. شیخ حامد الله سید کاظم حائری، شیخ عبدالحمید ظاهری، چرا به هم ریخته است اینا تو این لیست؟ اگه بذارین اونجا من سریع میخونم. شیخ عبدالحمید مقدسیان از مبلغان و واعظان و روحانیون کارمانهای حج، حجت الاسلام خلفی معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام اکبر دهقان از استادان تفسیر حوزه علمیه قم، آیت الله سید هاشم بطحایی نماینده مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام شهریار شریفی مدیر مرکز طب المعصومین. اینا که گفتم ببینید بعضی از علمای کرونا گرفته در 8 تا 30 اسفند 98 بودن که مردن، فقط تو 3 هفته بخششون. سال 99 هم که همچنان این داستان ادامه داشته. آمار قابل اعتمادی از تلفات کرونا و مبتلایان حالا تو آخونده و حکومتی ها یا مردم به هر حال وجود نداره که آدم بتونه ابعاد فاجعه رو ارزیابی دقیق بکنه. آنچه روشن است این است که حکومت ناگزیر از نشون دادن تلاش برای مقابله با کرونا است. غافل نشدیم از اینکه دارویی که در هر جای دنیا میگن مقداری مؤثره اون رو برای مردم سرزمینمون تهیه نکنیم و امروز هم با همت و قدرت انشاءالله داریم میریم که بحث واکسن رو به سرانجام برسونیم. امروز صبح من اولین سوالی که داشتم پیگیری مقام معظم رهبری بود که چی شد واکسن؟ یعنی دلسوزی اون نازنین و همینطور رئیس جمهور محترم و بقیه که مردم این سرزمین نباید قدمی از سرزمین‌های برخوردار
و دارای منابع فراوان و سرشار در اوج تحریم‌های ظالمانه کمتر داشته باشم. حتی اینجا هم نمیتونن پنهان کنن که مسئله‌شون مردم نیست، مردن مردم از کرونا نیست، مسئله‌شون برنده شدن در میدان بازی سیاسی است. باید نشون بدیم که قدرتمون کم از دیگران نیست که امکانات بیشتر دارند. یعنی جاه طلبی مطلقاً سیاسی به جای دانش و ابزار پیشگیری از مرگ بیشتر مردم. بیش از 500 مؤسسه و پژوهشکده دارویی درباره ساخت فوری و مطمئن واکسن کرونا کار کردند. در طول یک سال 10 ماه گذشته، کمتر از 1 ماهی که آزمایش‌های بالینی چند مؤسسه انگشت شمار از این بیش از 500 مؤسسه جواب داده و به عنوان واکسن مطمئن از سازمان جهانی بهداشت مجوز گرفته. در ایران داستان تولید انبوه واکسن کرونا از 9 دی ماه شروع شد، یعنی از 1 هفته بعد از این صحبت‌های آقای نمکی وزیر بهداشت که شنیدین. ستاد اجرایی فرمان امام 9 دی ماه اعلام کرد در حال انجام ساخت واکسن کرونا است و تولید واکسن کرونا را مازاد بر مصرف داخلی به حد صادرات خواهد رساند. همزمان 167 داروساز در ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو آقای شانه‌ساز، محمد رضا شانه‌ساز، نوشتند که تولید واکسن در ایران در حد یک شوخی است و نوشتند با کدام جرأت ادعای تولید چنین واکسنی را داریم. در این نامه با اشاره به شروع واکسیناسیون ضد کرونا در بسیاری از کشورها، از بی‌برنامگی وحشتناک در تأمین واکسن کرونا در ایران و اینکه افراد با تخصص‌های غیر دارویی نظر تخصصی دارویی می‌دهند انتقاد کردند و برخی موضوعات مطرح شده در رسانه‌های داخل ایران درباره تولید واکسن داخلی کرونا را توهین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن خواندند. جمعه 19 دی این نامه منتشر شد. بعد جمعه 19 دی خامنه ای اول آمد گفت متشکرم که واکسن کرونا در ایران تولید شده. واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن. این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، تست انسانی شد و این واکسن رو درست کردن. انشالله بهترش و کاملترش رو هم درست خواهند کرد و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود. بعدم حکم حکومتی خودش رو علنی کرد به قول خود که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتهای دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بله. اقتدا به پیشوا و چاپلوسی از او شروع شد بعد از این سخنان تو همه رده‌های حکومتی، تا جایی که رئیس کمیسیون بهداشت مجلسشون جناب دکتر حسین علی شهریاری گفت کشورهایی که از واکسن فایزر استفاده میکنن، واکسن آمریکایی فایزر استفاده میکنن، مزدور و جیره‌خوار آمریکا هستن. اینو میگن تقوا. نخستین دلیل رهبر معظم برای ممنوعیت واکسن آمریکایی، چنان که شنیدیم، این است که چون در آمریکا هنوز پیش میاد که روزی 4000 نفر از کرونا تلف بشن، به خودشون بزنن، چرا به ما میخوان بزنن؟
ها؟ همون موقع که داره این حرفا رو میزنه دنبال خرید واکسن از سه کشور، یکیش هنده. امروز از نظر تلفات کرونا بعد از آمریکا هند در مقام اوله. کاش جدولش رو داشتیم میدیدیم. بله بفرمایید. بعد میگه چرا 4000 تا تو آمریکا دیروز مردن، خب ما چرا واکسن از اونا بخریم؟ به خودشون بذار در هند چقدر مردن. استدلالای آخوندی میدونین و روشن میکنه که این سیاست است، این علم نیست. همه میدونن البته، ولی خب باز اثباتی. بگذاریم، در خدمت آقای دکتر کامیار علایی هستیم، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای دکتر علایی، بسیار خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه صفحه آخر حضور دارید. من نخست اجازه بفرمایید که پرسش اول رو عرض کنم خدمتتون. این نکته که به عنوان اولین دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با ورود واکسن فایزر به ایران، خامنه‌ای میگه که در یک روز 4000 نفر از کرونا مردن در آمریکا، این چقدر میتونه واقعا به عنوان یک دلیل در نظر گرفته بشه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. به نظر من اطلاعاتی که به آقای خامنه‌ای داده شده اطلاعات درست و صحیحی نیست، چون ما می دونیم که در بهترین شرایط در آمریکا در هفته 1 میلیون تا 2 میلیون واکسیناسیون انجام میشه و برای جمعیت 330 میلیونی بیش از یک سال طول میکشه. یعنی تا الان در طی یک ماه و نیم گذشته تنها 3% جامعه واکسینه شدند. به خاطر همین وقتی که 97% همچنان در خطر هستند، ما هیچ وقت انتظار کاهش نداریم. در کنار اون ما میدونیم سال نو میلادی رو داشتیم که به دنبال اون ما افزایش مرگ چشمگیر داشتیم و همچنین در فصل زمستان همونطوری که انتظار میرفت اینها باعث افزایش شد. پس به خاطر همین این مرگ 4000 نفر هیچ ارتباطی با واکسن نداره. آقای دکتر، 4 روز بعد از صحبت‌های خامنه‌ای که واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد برای ایرانیا، شیخ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، از بدین یه تیکه صحبت رو بشنویم برگردم خدمت شما، که گفت مردم خیالشون راحت باشه از این بابت. بدون تردید یکی از مسائل مهم در این مقطع تأمین واکسن مورد نیاز برای مردم هست، حالا چه ساخت داخلی که داره اقدام میشه، چه خرید از شرکت‌های مطمئنی که مورد اعتماد 100% هست و میتونه در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بده. دولت هم در زمینه تهیه واکسن از کوواکس هم درخواستش مطرح کرده، هم پولش رو پرداخت کرده و میلیون ها دوز واکسنی که از این طریق خریداری شده در اختیار قرار میگیره و انجام میگیره. از منابع دیگر هم ما دنبال تهیه واکسن هستیم. بنابراین من میخوام خدمت مردم عزیز بگم در این زمینه نگرانی اصلا نداشته باشند. آقای روحانی نمیگوید که این واکسن البته کی میرسه به ایران و چه واکسنی است، چون در سبد کوواکس، سبد تأمین واکسن سازمان جهانی بهداشت، واکسن های تایید شده آمریکایی و انگلیسی هم هست. آقای دکتر علایی عزیز، اولا در سبد کوواکس چه واکسن هایی هست و میشود دریافت که منظور رئیس جمهوری اسلامی ایران از واکسن هایی که پولش داده و نمیدونم میاد به ایران اینا چیه، کدوم واکسن هاست؟ بله، در واقع کوواکس یک سیستمی هست که به کشورها اجازه داده که سرمایه گذاری بکنن روی بیش از 100 تا واکسنی که در حال تحقیق هست و از طرف دیگه جلوی انحصار شرکت‌هایی که واکسنشون زودتر به بازار میاد بگیرن. به خاطر همین هر کشوری میتونه بگه که من
10% از جمعیتم رو میخوام یک سرمایه گذاری کنم و پولش رو گارانتینه کردم. این سیستمی هست که همه کشورها به کوواکس دسترسی دارند. بعد مکانیزم کوواکس این هست که از بین این 100 تا شرکت، هر شرکتی که واکسن هایی که تولید میکنه توسط سازمان جهانی بهداشت تایید بشه، اون رو به همه کشورهای موجود عرضه میکنه. مثل فایزر، اول فایزر رو ارائه داد و بعد مدرنا و بعدش هم در واقع واکسن آکسفورد هست. متاسفانه ایران، دکتر قانعی در اون زمان گفت که ما واکسن فایزر رو نمیخوایم. بنابراین با وجودی که واکسن وجود داره، خود ایران تمایلی به واکسن هایی که موجود هست نشون نداده. به خاطر همین منتظر میشن برای واکسن بعدی. واکسن بعدی اگر تایید شد، دوباره میان پیشنهاد میدن به کشورها که چه کشوری بخواد قبول کنه. ما الان نگاه کنیم کشورهای مسلمان مثل اندونزی، مثل مالزی و حتی دیروز که من صحبت میکنم با افغانستان هم در واقع داره سهمیه دریافت میکنه. و اگر اون کشور بگه بله واکسنی که الان تاییدیه سازمان جهانی بهداشت هست ما میخوایم استفاده کنیم، بلافاصله اون واکسن ها میتونه در دسترس قرار بگیره. عراق هم آقای دکتر پریروز مثلا این که اعلام شد که واکسن فایزر دریافت کرده است. بله. برای این واکسن های تایید شده و به بازار آمده آمریکایی و انگلیسی، غیر از اینایی که معروف اسمش فایزر، مادرنا، آکسفورد، چه واکسن‌هایی هستن و آیا کارایی این واکسن‌های آمریکایی یا انگلیسی یکسانه آقای دکتر؟ بله، می‌دونیم ما واکسن‌های خیلی زیادی داریم، بیش از 140 تا در آمریکا هم واکسن‌های مختلفی مثل جانسون جانسون هم هست، ولی اینها وارد در واقع مرحله سوم بالینی شدن و بعد از اینکه مرحله سوم بالینی تمام شد در واقع باید 2 ماه صبر کنن و بعد بتونن اعلام کنن که آیا واکسن تاثیرپذیر بود یا نه. حداقل تاثیرپذیری باید 70% باشه که برای فایزر و مدرنا 94.5-95% تاثیر پذیری بوده و برای در واقع واکسن انگلیسی که در واقع اصلش سوئدی هست با همکاری دانشگاه آکسفورد بین 70-90% بوده که برای افراد زیر 65 سال تا 90% هم کارایی داشته. یعنی تمام این واکسن هایی که تایید شده حداقل استاندارد رو نشون دادن. اما در مورد واکسن های چینی که شما نگاه کنید که 5 واکسن در بازار وجود داره، آخرین گزارشی که خود کشور برزیل نشون داد تنها 50% مؤثر بوده. میدونیم بعضی از کشورها میگن به قول معروف کاچی بجه به از هیچی، ولی حداقل واکسن باید 70% تاثیرپذیری داشته باشه تا بتونه در واقع کاراییش رو نشون بده. خب آقای دکتر، اگر بنا باشد که جمهوری اسلامی واقعا بخواد، حالا میرسیم به ماجرای کوبا و اینا، ولی اگه واقعا واکسن های چینی قرار باشه که شما میگین تا 50% ماکسیموم کاراییش، خب این چه بلایی سره؟ یعنی آیا در خود چین همین واکسن استفاده میشود که 50% فقط کارایی داره؟ در واقع 5 واکسن هست. در وقتی میگه واکسن های چینی باید مشخص کنیم کدومش، و این 50% که گفتم حد اکثر نبود، این حداقل 50% و در کشورهای دیگه تا 65% هم گزارش شده، ولی نشون میده در کل عددهایی که واکسن های چینی نشون میدن خیلی کمتر از واکسن های مشابه کشورهای دیگه هست. خب آقای دکتر، یکی این که این میزان کارایی که شما از واکسن‌های چینی دارین میگین، باز من حساس شدم روی این موضوع، چون واقعا یکم تن لرزه گرفتم که اگه قرار باشه مثلا 50% کارایی این واکسن، جمعیت 85 میلیونی ایران چه خواهد کرد با کرونا. بازم تاکید میکنم سوالمو جسارتاً، اگر در چین همون واکسنی قرار است، یعنی استفاده شده است که مثلا به ایران هم صادر می شود، خب چرا پس چین تونسته کنترلش بکنه؟ ببین، اول ما در مورد آمار چین دقیقاً اطلاع نداریم. میدونیم که در ابتدا آماری که داد، بعد خودش اومد گفت این آمار
دقیق نبوده. به خاطر همین روی یک چیزی که ما دقیقاً نمیتونیم قضاوت کنیم. دوم این که خب اگر واکسن چینی تاثیرپذیری کمتر داشته باشه ولی زودتر در دسترس مردمش قرار بده، توجیه اقتصادی داره، چون برای خودش ممکنه مجانی تمام بشه تا اینکه بخواد از کشور دیگه وارد کنه. اما سوال این هست که برای کشورهای دیگه اگر حق انتخاب داشته باشن و قیمت رو مقایسه بکنن، اگر قیمت واکسن چینی خیلی پایین تر باشه اون موقع میشه توجیه کرد، اما اگر قیمت واکسن چینی مشابه واکسن های دیگه باشه نمیشه توجیهش کرد. من الان یک مثالی برای شما بزنم. بین واکسنی که در واقع واکسن سوئدی با همکاری در واقع آکسفورد هست، اگر بگیم بین 70-90%، یعنی 80% کارایی داشته باشه ولی قیمتش 3 دلار هست، اما واکسن آمریکای فایزر در واقع نزدیک بالای 20 دلار هست یا مدرنا، بنابراین برای کشورهایی که محدودیت بودجه دارند، به جای اینکه بیان 10% جامعهشون رو پوشش بدن با یک واکسنی که 95% مؤثره، میتونن 90% جامعهشون رو پوشش بدن با یه واکسنی که 80% داشته باشه، چون تعداد افرادی که واکسین میشن و محافظت میشن موثرتره. به خاطر همین اگر من باشم بین واکسن انگلیسی و واکسن آمریکایی، قطعا واکسن انگلیسی رو در واقع در نظر میگم. حالا سوال این هست که آیا واکسن هایی که چینی وجود دارن یک دهم این واکسن های مشابه قیمت دارن یا نه، میخوان با همون قیمت بهشون عرضه کنن؟ سوال همینه. درباره قیمت میخواستم خدمتتون بگم، ببینید واکسن چینی طبق قیمت هایی که تا به حال اعلام شده است، دوزی 37.5 دلاره که برای دو دوزش بالای 70 دلار باید داده بشه. این اول، این درست است که حتما باید دو بار زده بشه، یعنی بعد از دو ماه باید مجدد زده بشه برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تاثیر گذاشته واکسن. در واقع خیلی از واکسن هایی که الان در واقع مطرح هستن باید دو دوز استفاده بشه، اما واکسن جانسون اند جانسون در واقع جز واکسن هایی است که تنها یک دوز در واقع نیاز هست. اما سیاست ها در طی چند روز گذشته تغییر پیدا کرده، یعنی اینکه به جای اینکه برای هر فرد دو دوز محفوظ بشه، یعنی دوز اول داده بشه دوز دوم رزرو بشه و چند هفته بعد داده بشه، گفتن معطل نشین، دوز دوم رو به یک فرد دیگه بدین، چون در زمان کوتاه‌تر شما میتونید دو برابر جامعه رو محافظت کنید و دوز دوم رو به جای چند هفته بعد حتی چند ماه بعد استفاده کنید، که این کار از انگلستان شروع شد و جدیداً هم در آمریکا از دو سه روز پیش در واقع در اولویت دستور کاری قرار گرفت. و از نظر کارایی چی آقای دکتر؟ اینا تاثیر نمیذاره، کاهش نمیده کارایی رو؟ ببین، ممکنه مثلا 5% کاهش بده یا 10%، ولی شما وقتی بتونید دو برابر جامعه رو پوشش بدی، خب معلومه دو برابر بیشتر از 5% یا 10% اختلاف است. عذر میخوام، من داشتم میگشتم برای آخرین قیمت های واکسن کرونا که عرض کردم چین همون 37.5 دلار، بالاتر از واکسن فایزره قیمتش. و این من حالا نمیدونم، میتونم این سوال از شما به خاطر شأن علمی شما در واقع بکنم، چون از در واقع مبادلات تجاری و بازرگانی بین کشورهاست این بحث. آیا این واقعا میتونه تأثیر داشته باشه در این قضیه که سود سرشاری که چین از این زمینه از این میبره و ارتباطات که البته مافیای حکومتی با چین داره همچنین؟ والا من در این موارد نمیتونم در واقع دقیق علمی جواب بدم، ولی من اگر باشم به عنوان یک سیاستگزار، قطعا هم هزینه رو در نظر میگیرم، هم تاثیرگذاری که در کل جامعه چقدر میتونه موثرتر باشه. یک ترمی هست به نام کاست بنفیت و کاست افکتیو، یعنی در واقع چقدر هزینه میکنیم و چقدر فایده میکنیم. اگر اینها در کنار هم بیاد کاملا مشخص میشه. ما افراد کارشناسای خیلی خوبی در واقع جامعه علمی ایران داریم که میتونن به راحتی این رو بررسی کنن، اما مسئله این هست که چقدر سیاست گذاران، مخصوصا من بیشتر تمرکزم روی وزیر بهداشته، یعنی به نظر من وزیر بهداشت هست که در واقع مؤثر هست یا باعث در واقع تخریب هست. تا اینکه بخوایم افراد بالاتر یا آقای روحانی یا رهبر رو در نظر بگیم،
اگر اطلاعات غلط داده بشه توسط یک فردی که متولی هست، هم بدنه علمی در واقع ناامید میشه و هم افراد دیگه در واقع متاسفانه دچار خلأ میشن و این خلأ علمی بسیار بسیار به نظر من آسیب زننده هست. آقای دکتر، رهبر جمهوری اسلامی در واقع رئیس وزیر بهداشت، فرمایشات شما کاملا دقیق و علمی در پیوند با وزیر بهداشت، بله، اما وقتی که رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه از طریق واکسیناسیون میشود تغییر ژنتیک داد، میتواند به دلیل اطلاعات غلط باشه، ولی اون مسئولیت این کشور خودش پذیرفته و چقدر ممکن از طریق واکسن بشه تغییر ژنتیک داد در کشوری یا در میان تیره ای از نژاد بشر؟ آقای دکتر، ببینید، بر اساس مطالعات علمی که وجود داره و این همه واکسنی که تا حالا وجود داشته، هیچ وقت در این مورد نه چیزی دیده شده از لحاظ علمی، نه ثابت شده که کسی بخواد واکسیناسیون کنه برای تغییرات ژنتیکی. و ما میدونیم این واکسن ها در واقع الان داره در خود کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل اروپا، حتی کشورهای اطراف ما، حتی کشورهایی که خصومت با ایران دارن، دارن بیشترین پوشش رو میدن. به خاطر همین به نظر من این متاسفانه حرف غیر علمی هست. از لحاظ دیدگاه مذهبی نگاه کنیم، در واقع ما داریم در اسلام که میگن العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی در واقع دو علم هستند در کنار هم موازی، هم علم دینی و علم پزشکی. به خاطر همین بحث پزشکی هست، باید این رو به کارشناسان پزشکی گذاشت. و بحثی که هست ما داریم در مراجع شیعه که میگه علم را یاد بگیرید ولو از کافر، ولو در چین، ولو در حالی که به شما شلاق میزن. به خاطر همین به نظر من این بحث ها در گذشته شده که ما باید توجه کنیم به بحث علم نه به بحث سیاسی. آقای دکتر، نوع جهش یافته ویروس کرونا یعنی چی؟ چرا به وجود آمده؟ و آیا واکسن های موجود برای پیشگیری از این نوع هم کارایی دارن؟ بله، ما میدونیم که در واقع این ژنوم کرونا 30,000 تا ژن داره که این به طور متوسط هر ماه در واقع تغییر ژنتیکی در یکی از این 30,000 تا صورت میگیره و بستگی داره این ژن متولی کار مهمی باشه یا نباشه، که در ابتدای بیماری خیلی مهم نبود، اما در طی زمان این جهش ها مهمتر شد، که ما گزارش هایی در انگلستان داشتیم که باعث شد شدت عفونت زایی تا 70% افزایش پیدا کنه اما میزان کشندگی افزایش پیدا نکنه. و بعدش هم در آفریقا گزارش شد و پریروز هم در ژاپن در واقع نوع جدید تغییر ژنتیکی گزارش شد که همچنان افزایش بیماری زایی هست. و ما میدونیم این مسئله در عفونت های دیگه هم هست، مثل آنفولانزا که 2 برابر کرونا تغییر ژنتیکی میده و HIV/AIDS تا 4 برابر تغییر ژنتیکی میده. اما خوشبختانه تا امروز واکسن هایی که وجود داره نسبت به همه تغییر ژنای تغییر یافته تاثیرگذار بوده و به خاطر همین هیچ نگرانی تا الان وجود نداره. و به خاطر نوع واکسیناسیونی که درست کردن بر اساس مسنجر RNA، اگر تغییر جدید ایجاد بشه ظرف 2 هفته میتونن در واقع این کدگذاری رو اصلاح کنن و بتونن نسبت به اون هم محافظت ایجاد کنن. آقای دکتر، عذر میخوام، این اصطلاح تغییر ژنتیک ویروس که شما فرمودین، حالا میترسم رهبر جمهوری اسلامی تصور کنه واقعا تغییر ژنتیک، یعنی با واکسن کرونا جای تغییر ژنتیک ویروس چیزی نمیشه بذارین که این اشتباه نشه؟ خواهش. آره، موتاسیون، این موتاسیون ویروسی هست که صورت میگیره در این ویروس. ما همین رو در آنفولانزا داریم و ما میدونیم واکسن آنفولانزا در ایران وجود داره و هر سال در واقع اون موتاسیون های جدیدی که صورت گرفته واکسن اونها رو هم پوشش میده. به خاطر همین مسئله هست که برای سایر در واقع ویروس ها هم علاوه بر کرونا وجود داره. آقای دکتر، حتما شنیدید یا خبرش دیدید که رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران گفته است که مرحله سوم آزمایش واکسن کوبایی روی هزاران نفر در ایران انجام می شود. دولت کوبا هم جمعه پیش 19 دی اعلام کرد که با ایران توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کرده. سوال این است که این کار آیا خطرناک است یا از نظر علمی اقدام درستی است؟
واکسن کوبایی چقدر کارایی داره، ضمن چقدر این کار زمانبره و در صورت موفقیت چقدر طول میکشه تا به تولید انبوه برسه برای مردم، استفاده مردم. در واقع ما میدونیم کشور کوبا از لحاظ سیستم پزشکی در آمریکای مرکزی بسیار پیشرفته هست و واکسن های زیادی رو درست کرده که در واقع دو تا از واکسن ها رو به 40 کشور ارسال کرده، از جمله واکسن هپاتیت، و در مورد واکسن هپاتیت با ایران همکاری داشته. و مسئله ای که هست این هست که این واکسن در مرحله سوم هست و چون مرحله سوم هست ما نمیدونیم واقعا کارایی این واکسن چقدر خواهد بود. ما میدونیم کشورهای دیگه‌ای بودن مثل فرانسه، مثل استرالیا که روی واکسن کار کردن و به هیچ نتیجه نرسیدن. مشکلی نیست اگر ایران بخواد که در واقع مرحله سوم بالینی رو با کوبا انجام بده، ولی مسئله این هست که مرحله سوم بالینی حداقل 3 ماه طول می‌کشه و 2 ماه هم بعدش برای اینکه نتیجه ها رو نشون بدن و ممکنه بعضی 5 ماه بگن هیچ تأثیری نداشت. به خاطر همین سوال اول این هست که در این 5 ماه چرا نباید واکسن هایی که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو داره استفاده کنیم، و بعد اگر بعد از 5 ماه هم هیچ تأثیری نداشت همه تخم مرغ هامون رو به قول معروف در یک سبد نذاریم. خب دیگه این سوالیه که خودشون باید جواب بدن. های دکتر علایی عزیز، در ایران چقدر امکان ساختن واکسن کرونا به قول خودشون واکسن بومی وجود داره و اگر هم وجود داره چقدر زمان لازم داره؟ حالا اشاره کوتاهی شما کردی در پاسخ قبلی که برسه به تولید انبوه، این یه نکته. یه نکته، چند درصد جمعیت باید واکسینه بشن تا بگیم فلان کشور الان مصون شده نسبتاً در برابر کرونا؟ ببینید مسئله که هست، ایران از لحاظ ساختار پزشکی بهداشتی بسیار قوی هست و میدونید در گذشته از لحاظ پوشش واکسیناسیون حتی خود دکتر مرندی جایزه در واقع سازمان جهانی بهداشت رو گرفت. بنابراین در مورد ظرفیتش سوالی نیست، ولی بحث زمان تولید واکسن هست. در زمانی به این کوتاهی خیلی از کشورهای توسعه یافته نتونستن موفق بشن. حالا ما بگیم در خوشبینانه ترین حالت ایران بخواد این کار رو انجام بده، برای 3 مرحله، هر مرحله 3 ماه، حداقل به 9 ماه زمان احتیاج داره و بعد از 9 ماه ممکن هست ببینه که هیچ تأثیری نداره. به خاطر همین هیچ کس مخالف در واقع خودکفایی کشور نیست، اما بس این هست که آیا توجیه در واقع علمی داره که ما 9 ماه هیچ واکسنی رو وارد نکنی به امید اینکه شاید این واکسن ایرانی جواب بده، شاید جواب نده. به خاطر همین تمام بحثا در این زمینه هست. و در مورد پوششی که فرمودین، در گذشته میگفتن باید 60-70% جامعه در واقع پوشش واکسیناسیون یا ابتلا به بیماری رو داشته باشن که بهش میگفتن در واقع ایمنی گروهی، به خاطر اینکه یک فرد مبتلا میشد به 3 نفر انتقال میداد که اگر 2-3 نفر رو ما واکسن کنیم 2/3 یا 65% میتونستیم در واقع پیشگیری کنیم. اما جدیداً تحقیقات نشون داده که تحقیقات قبلی 40% از افرادی که هیچ علامت ندارن رو لحاظ نمیکرده، به خاطر یک فرد به 5 نفر منتقل میکنه و ما باید 4 نفر از 5 نفر رو پیشگیری کنیم، یعنی 80%. حداقل باید بالای 80% جامعه واکسینه بشن یا مبتلا بشن که ما بگیم که این ایمنی جمعی ایجاد شده. عجب. آقای دکتر، خبرهایی که در 24 ساعت گذشته بنده نگاه میکردم این است که با وجود افزایش ابتلا به کرونا در تهران مراسم اجتماع فاطمیون برگزار میشود. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران ضمن اشاره به خیز ملایم کرونا در پایتخت گفت اگر این روند افزایشی در 48 ساعت آتی ادامه یابد میتواند زنگ خطر جدی برای تهران باشد. معاون وزیر بهداشت آقای حریرچی گفت بیمارستان ها آمادگی بازگشت شرایط بحرانی را ندارند. این در شرایطی است که در همین پیکی که تازه شروع شده خیلی از کشورها دوباره درها را بستند. ژاپن سفر به ژاپن رو ممنوع کرده، به زیاد کشور عربستان سفر از چند کشور از جمله ایران رو به عربستان ممنوع کرد و بریتانیا هم اعلام کرده که کسایی که میخوان
سفر کنند به اونجا، هر کی بخواد از ایران به بریتانیا سفر کند باید از جمله نتیجه منفی آزمایش کرونایی را همراه داشته باشد تا حداکثر 72 ساعت پیش از پرواز. ببینید در شرایط فعلی چشم انداز رو چگونه میبینید؟ خلاصه مطلب در واقع میگه آزموده را آزمودن خطا است. ما در واقع پارسال نزدیک همین حدوداً بهمن اسفند همین تجربه را داشتیم که وقتی گفتیم قرنطینه کنید خیلی ها گفتن قرنطینه یک چیز قدیمی هست و مسخره کردن و بعد دیدن واقعیتی داره. واقعاً اگر این مسئله جدی گرفته نشه و مردم در واقع توجه نکنن به راحتی با توجه به در واقع موتاسیونی که در ویروس ایجاد شده به شدت همه‌گیری و مرگ و میر زیادی خواهیم داشت. همین مسئله ما در انگلستان داریم و خیلی از کشورهای دیگه، حتی خود آمریکا هم این مسئله رو جدی گرفته. از نگاه شرعی هم اگر نگاه کنیم میگه لا تلقوا بعدیکم الا تهلكه، خود را به دست خود به هلاکت نسپارید. دقیقاً این متاسفانه این اصراری که دارند که توصیه های علمی رو جدی نگیرند یا در نظر نگیرند و متاسفانه برای کشوری که واقعا از لحاظ بهداشتی پزشکی سلامت کشورهای نه تنها اسلامی بلکه خیلی از کشورهای در حال توسعه هست، در واقع این جای بسیار تأسف و ناراحتیه. آقای دکتر علایی، به خاطر اینکه هر کسی امروز به ویژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی درباره کرونا صحبت میکنه و بی تردید بسیارانی صلاحیتشون ندارن، من میخوام در این یه دقیقه آخر، یک دقیقه و حتی اکثر 30 ثانیه آخر ازتون خواهش کنم، اگرچه جسارت هست برای بیننده ها مهمه، که بدانم در واقع جایگاه علمی شما در پیوند با کرونا، در واقع در پیوند با ویروس شناسی، بیماری شناسی و تمام بحثایی که کردیم. بله، میدونین خیلی مهم هست که این بیماری که ما داریم کرونا صحبت میکنیم یک همه‌گیری هست. بنابراین کسی که در این زمینه صحبت میکنه حتما باید تحصیلات اپیدمیولوژی داشته باشه و وقتی میگیم اپیدمیولوژی بیماری‌های واگیر، شما بحثی داریم مثلا ما پزشک داریم یکی چشم یک گوش، کسی که بیماری گوشی داره که چشم پزشک نمیتونه درمان کنه. دومین مسئله این هست که یک بیماری پاندمیک هست، یعنی از کشورها رد شده، بنابراین باید تخصص بهداشت بین‌المللی داشته باشه. و سومین مسئله این هست که برمیگرده به سیاست گذاری کلان بهداشتی یا هلث پالیسی، باید در این زمینه هلث پالیسی هم در واقع تخصص و تجربه داشته باشه و تجربه کاهش در زمینه بیماری های عفونی مخصوصا ویروسی باشه. و من میدونم که در این زمینه ها در واقع تحصیل کردم در دانشگاه هاروارد، آکسفورد، نیویورک، در کنارش هم در ایران دانشگاه اصفهان، شهید بهشتی و تهران و 20 سال هم هست در حوزه بیماری های عفونی ویروسی مثل ایدز، HIV و هپاتیت کار کردم. بحثی که هست این هست که در کنارش هم مسائل حقوقی هست. همین رو می‌خواستم بگم، شما حقوقدان هم هستین آقای دکتر. بله، در زمینه حقوق بین الملل سلامت هم من در آکسفورد در واقع تحصیلات داشتم و در دوره ما دومین نفر بودم در تاریخ آکسفورد که پزشک بود و اومده بود این دوره حقوق بین الملل سلامت رو گذرانده بود. بحث ما این هست که این بحث‌ها بحث‌های علمی و تخصصی هست و اینجا آدم ناراحت میشه. افرادی که قطعاً پزشک هستند یا کارشناس هستند اما در این زمینه آشنایی ندارن، به خاطر بعضی ملاحظات بخوان بحث سیاسی رو وارد کنن. من اینجا یک قسمتی نداریم دیگه آقای دکتر، عذر میخوام، پایان وقتمونه. بسیار ازتون سپاسگزارم و بسیار سپاسگزارم که پاسخ پرسش آخر من رو هم دادید. شبتون بخیر آقای دکتر علایی. منم از شما تشکر میکنم. بریم پرده آخر. هزار سکه، هزار شتر چشمابی با بار پارچه قیمتی، با این قیود و با این پیشنهادها اومدن خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت نپذیرفت. شب روزگار خوش.